با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای ایران و دنیا، خدمت شما هستم که من یک فلشبک میزنم به قدیم، بعد میام بحث امروز مطرح میکنم که خود مردمم تعجب میکنن سر آثار باستان به حرف هست. بعد از یک حکومتی ننگ بیمه سر کار، یک قوم یک کشوری شروع کرد تو ایران دوباره نخبه ها گشتن و نخبه ها رو نابود کردن. اون هم این بود که مثلا بر فرض شما حساب مثال مثلا 58 59 60 یک جنازه مومیایی شده مثلا می آوردن، می گفتن مثلا 120 میلیون تومان میدیم. میدونی یعنی چقدر پول موقع؟ 120 میلیون تومان. آدم های باهوش تن به کار زیاد نمیدن، تنبل هستن و اینا رو نشون میکرده آدم باهوش رو که اینها برن و این بیارن بچه لو میزدن. و خدمت شما هستم که زندان 20 سال و 25 سال و حداقل 15 سال بود. من نمیدونم که یک جنازه یک زیر خاکی یک چیزی چی بود که اینقدر حبس میدادن. همش برنامه‌ریزی شده بود که نخبه‌های ما رو نابود بکنن. خوشبختانه بعد از 4 5 سال که گذشت خیلی ها فهمیدن که اینها یه جوری شده که نفت دنبالش، زیر خاکی اینجا اونجا گنج فلان بیسار، تمامشون هم به دیوار می‌خوردن. حالا تک و توک هم خودشون می‌بردن، آقا اینقدر پول بزن فلان، بخواد تومه بعد این داشته باشین اینجا. حالا آثار باستانی که کشوری خارج میشه، قاچاق خارج میشه و میبرند، در دنیا دیگه خریدار نداره. یک زمانی بود که این کارو میکردن، اون کشوری که ازش دزدیده میشد یک کشور ثروتمندی باشه و این چیکار کنن به قیمتش بفروشند. بعد آمدن در دنیا یک کاری کردن که اگر آثار باستانی کشوری از کشور دزدیده شد رفت، بی ارزش باشه، کسی نخره، چون دزدیه. مال دزدی دزدی فرق نمیکنه. بعدا الان که حکومت به اینجا رسیده که دو سه سال تلاش میکنه کار دزدی نیست، سه چهار سال تلاش میکنه که آثار باستانی رو بفروشه و اونام نمیخرن. چرا بخرن یه چیز زیر خاکی، یه چیزی بسی. که چی؟ یه جنازه مومیا به چه درش میخوره؟ اینا بازی هست که فقط بخوان مردم و جوان ما رو سرگرم میکنن. در نتیجه الان سه چهار سال است که از زمان اصلا بیشتر 7 8 سال از زمان احمد جان اینها تلاش میکنن که این اتفاق بیفته که بعد به زمان روحانی رسید و اونا نمیخرن. حالا اواخر که آقا بیا بخری اینجوری رفتن چیز کردن که حالا امروز باستان شناسی کشور هم علیه اینها تظاهرات کردن. بعد اونا گفتن چیکار کنید؟ برید مجلس تصویب کنه، یعنی قانونی باشه ما میخوام بفروشیم. بعد از اینکه این حرفا رو زدن و گفتن میفروشیم و فروختن، بعد پولم بهش نمیدن مصورت. باید تست بشه، باید فلان بشه، باید بشه. خیلی کارا میکنن، هزینه تست و کارشناسی و برمه شناسی اینا پوش از خود اینا میگیرن. در نتیجه حالا آمدن دوباره برگشتن به 40 50 سال قبل و فکر هنوز افکار همونه. یک آلبوم نمیدونم تمر فلان یه چی چی اگه کلکسیون فلان اینا رقم بزرگ و افراد باهوش دوباره کار می‌رفتن و حدود 700 800 نفر از جوانی ما رو، نخبه‌های ما رو اینا تو این کار تو زندان ها پوسوندنشون، معتادشون کردن و خیلی مسائل دیگه. و بعد تو مواد مخدر بود که تو مواد مخدر اینو صحبت من کردم. بله خدمت شما هستم که الان براتون خبرش میخونم. ابراز نگرانی گروهی از باستانشناسان ایران از طرح نمادین مجلس برای فروش آثار تاریخی. جمعی از باستانشناسان ایران در نامه سرگشاده به محمد باقر قالیباف سردسته خودت میدونید رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح نمایندگان که قصد دارد فروش آثار باستانی آثار تاریخی ایران تحصیل کند ابراز نگرانی کردند. این طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج هاست نان دارد و در آن پیش بینی شده که ایران مرکز منطقه خرید فروش آثار تاریخی و باستانی شود. معلومه تو منطقه زیاد داریم. امارات میخواد آثار باستانی شده 60 تا تیز رسیده. امضا کنندگان نامه گفتن که تنها یک نگاه گذرا به تر از جانب هر دانش آموخته باستان شناسی کافی است تا روشن سازد که تهیه کنندگان تر یاد شده نه تنها از بدیهیات الفبای بر باستان شناسی بی اطلاع بودند بلکه از مشاوره هیچ یک از نهادهای رسمی باستان شناسی کشور کوچکترین بهره‌ای نبردند. احمد جان زمانی که سر کار بود به خاطر این آرشیو به هم بزنه و بتونه دست خیلی در کنه از ایران از تهران منتقلش کرد به شیراز. کلی تو اونجا نقشه گنج رو دست یه افتاد و اونم فکر نقشه گنج واقعا اوف اونجا 50000 تومان طلا، اونجا 100000 تومان طلا، 10000 تومان طلا. جوکه. چرا؟ چون اگه اینقدر طلا باشه در اونجا قیمت طلا میاد با آهن یکی میشه. طبیعیه. طلا به خاطر کمبودش هست که حرف هست. خاصا در حفاظ از خیلی از نقشه ها رو فروختن. نقشه ها فروختن به سری افرادی که خلاصه حقشون بود که همشون هم
هر کدوم یه جوری خلاصه. نویسندگان که 61 استاد باستانشناسی در دانشگاه ایران هستند در نامه خود نوشتن که نقص حضور واژه سخی و گمراه کننده گنج در عنوان طرح نشان مهمی از طرح کارشناسی نشده نمایندگان است. در این نامه ابراز نگرانی شده که در صورت تصویر این طرح آثار تاریخی و ملی ایران مورد سوء استفاده دلالان قرار گیرد. راحت بگم آقا استادا کسی نمیخره. و این زمانی میخواستن بخرن، کاری میخواستن بکنن که خلاصه اهدافش بود که یه سری جوان نابود بکنن، کردن. اصل گنج اونجا بود، اونا نابود میکردن. اصل اونجا بود. بعد چند کشوری باشه ثروتمند توانمند که از پول بزن بعد برگردونن که دیگه اونم دیگه قانون شد دیگه نمیشه. من امروز تظاهرات کردم و این حرفا خلاصه دیگه درجن هستی خود. اما از دست رفتن 800 میلیارد دلار از ارزش بازار رمزها طی یک ماه در معاملات امروز با بازارهای جهانی قیمت بیت کوین کاهش یافت و در مقاطعی به زیر 30000 دلار هم رسید که البته با گذشت روز نرخ آن کمی بهبود یافت. خب بیت کوین دیگه خودش میدونه حواس دیگه. ایران انجمن تامین کننده غلات ایران امسال باید 7 میلیون تن گندم وارد کند. جالب، یه زمان شیراز قهرمان تولید گندم بود. شیراز تولید میکرد، وقت بزرگ کارخونه آرد ایران رو رفسنجانی بیشرف برد توی سیرجان گذاشت که تمام استان کرمان رو گندم درست میکردن، جایی که حساب قابل کشت میکردن خوراک 2 تا 3 روز آسیا بود. وقت باید از شیراز گندم میآوردن سیرجان، آرد میکردن و میبردن. این کار خیانت این هاست، یکی از خیانت صدها خیانت کرده، یکیش همینه. یا مثلا منطقه آزاد در سیرجان، چون استان کرمان منطقه آزاد چی؟ یعنی منطقه دزدی، یعنی یه راه دزدی علنی که داستانش خودتون بسازید. کاوه زرگران رئیس انجمن تامین کننده غلات ایران گفته است که ایران باید امسال 7 میلیون تن گندم و 25 میلیون تن قله کم کنجاله و دانه‌های روغنی وارد کند. به گفته آقای زرگر در حال حاضر 22 میلیون تن گندم، جو و برنج در ایران تولید می‌شود. خلاص این چیزی که ما میدونیم که دیگه خیلی هم در دنیا گندم گروش هم نیست و خیلی مسائل دیگه، ولی ما هم امکانش داریم ولی آدمش نداریم. تمام ابزار هست، آدمش نیست. اگر ما یک زمان تو همین سیستان بلوچستان نیست، استان نیمروز، این به کلی کشور گندم صادر میکرد، غیر تامین داخلی گندم صادر میکرد، ولی خورا آمده میخواد بعضی مسائل چی استانی اینا به اینجا رسیدن. این حکومت همه چی یه بحثی در آمریکا رفته که آقای آمریکا چرا به پرستوی ویزا داده با اینکه پرستوی دوست قاسم سلیمانی بوده. آن هم آدم میتونه، خودتونید، بازم خودتونید که آره اینجوری اونجوری اونجوری دیگه نبودن، دیگه فایده نداره. پرستوی مزدور شک داشت، هنرپیشه خوبیه، اینو گوش خوانده خوبیه، ولی مزدور است، مزدوریش بر چیزش میچربه. دوست دشمن ماست. دوست آقای سلیمانی بود. سلیمانی که چقدر جنایت و خیانت کرد، چه کارها که نکرد. ذوق میگه دغمت میشد که تظاهرات سال 96 98 مثلا واسه گوله جنگی زده. خاک آدم بر سرت بکنه. این قدرت آیت الله خامنه‌ای حفاظت فرمودن بیشتر حرامزاده که ببین چی گفته. در مدارس کاظمی آشتیانی را بیشتر میشناسید یا رونالدو را؟ در مدارس کاظمی آشتیانی را بیشتر میشناسید یا رونالدو را؟ آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران خواستار شناسایی و حذف، خوب دقت کنید، و حذف دانش‌های بی‌فایده‌ای شد که در مدارس تدریس می‌شود. آقای خامنه‌ای در دیدار با جمعی از معلمان فرهنگ گفت بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی صرفاً محفوظاتی است که بدون هیچ سودی برای حال و آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود که باید این موارد شناسی و از آموزش حذف شود. در مدارس تا نظر خواهی کنید ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی رو با آن همه خدمات، با آن ارزش وجودی که این فرد جوان داشت می شناسند، چند درصد رونالدو رو می شناسند. ما چرا افتخار ملی خود ما رو نمی شناسیم؟ سعید توسی رو می شناسند آقای خامنه‌ای. سعید توسی رو می شناسند، بیشتر برام زده. سعید توسی رو میشناسن. کمک 40 میلیاردی آمریکا در راه کیف، اوکراین یه خط انتقال گاز روسیه رو به اروپا رو قطع کرد. گلوباران منطق مرزی عربی توسط سپاه پاسداران، حال جریان چیه که سپاه با اینا میناشه و هم خورده؟ یه زمان حیط خلوتش بود، جریان چیه؟ از اینا کسی نمیده، ولی فیلان دارن کارا میکنن تا به کجا ختم بشه الله اعلم.
تظاهرات ایزه که گویا در روزهای اخیر به دلیل قطع اینترنت منتشر نشده بود که حالا داره میاد. یا آقای نوشته شما چقدر دیر گذاشتین؟ گفتم والله دیگه شما ببخشید خودتون. دو شهروند اروپایی به اتهام سازماندهی آشی و بی‌نظمی بازداشت شدند. غلط کردیم مجدد آوازتون. حالا میخوام بگم اونا دست داری کار کردن خودتون. تیکه تیکه شما اعتبار نداره. وزیر کشور این چقدر آدم احمق و بیشتر یه سپاهی است که واقعا خوشبختانه عقل همین قدره. دشمن هم اینجوری هستن. خدا احمق احمق گذاشته. اسمش که وزیر کشور میگه همه چی درسته. وزیر کشور هیچ ناامنی در احواز نیست و اینترنت قطع نشده است. وزیر کشور ایران در مورد ناامنی در برخی از منطقه جنوبی ایران از جمله احواز هیچ ناامنی در هیچ منطقه نقطه وجود ندارد و امنیت برقرار است. آفرین به تو. آفرین به تو. بارک الله تو همین خیال باش کارت نباشه. در ویدیویی که از اعتراضات خیابان ایزه خوزستان در شبکه اجتماعی دست به دست می شود گروهی از معترضان پرچم ایران در خیابان پایین کش می کشند. این کار خیلی جالبی است، کار خیلی خوبی است و این آخرش مشخصه کجاست. آقای وزیر کشاورزی حفاظت فرمودن لعنتی چه آدم جالبیه. واقعا باید جایزه چی یک جایزه اختراع کنیم براش. جایزه خیریت، نفهمی، بیشعوری، کودنی. وزیر کشور احمد وحیدی میخوام اسمش رو بگم که فوش میخوام بدین پدر مادرش بدین چیکار بکنید که اینو زایدن حرم زاده رو. احمد وحیدی وزیر کشور با شرکت در یک برنامه تلویزیونی گفته است در تر تغییر یارانها قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنه و روغن میتواند تغییر پیدا کند، یعنی گرون بشه. اون گفته هیچ کالاهای دیگر حق افزایش قیمت ندارند. حق ندارند. خیلی جالبه. وزیر کشور به کالای شما حق ندارند گرون بشه. اگر گرون شدن چی؟ دهنت تمیز کن. او در این زمینه به قیمت حمل و نقل و سایر کالا اشاره کرده. در بخش حمل و نقل معمولا افزایش قیمت ها سریع منعکس می شود. این هزار در حالی که سردرگمی در پرداخت یارانه ها و برداشت از حساب کماکان ادامه دارد و به نظر می رسد که مانند مواد قبل دولت این بار هم سیاست قیمت گذاری دستی روز. حالا آمدم چیکار کردم؟ آمدم یه پولی رفتم به حساب، پشت حساب نگه داشتم که سب جوری گرونی رو بگیرن. احمق ها اونا تا گفتن با یاران واریز کردن چی شد؟ کالا همه گرون شد. این قبل دیگه بیاد بازه خودش همه کارشون بیاساس. هر کاری که بکنید علیه خود نسبت میشه. هر کاری بکنید چون احمق هستید بدون کار کارشناس کردید یه عمر همجور هر دنبیلی و حاجاقی عمل کردید به هیچ جایی نمیرسید. در هیچ شکی نکن. دلار اومد رو 30,000 تومان و خیلی مسائل دیگه که دیگه خلاصه خودتون میده. آقای رئیسی هم که گفته من از دم سرکانه تورم بردم پایین. آره به اونجا آدم دروغگو. سه مأمور در ارتباط با دستگیری خوشنامی زنی در صدرعتیان بازداشت شدند. اینا خیلی کارا خیلی خوبه. یعنی مأمورا میفهمن که دوم برای هرمزاد تکون ندن بزن. اینجوری هست وقتی جو جامعه سنگین میشه علیهشون سر زیر هم میکنن. خبر بخونم نکنم حالا میخونیم دیگه. یک وزیر دولت رئیسی با هوش مصنوعی مصرف نان 85 میلیون را رصد میکنه. نکن دست کوتاه این اخبار در میاد. ادو علم احسان اردکان نماینده مجلس میگوید یکی از وزرای دولت رئیسی درباره نظارت بر طرح نان دولت رئیسی و مصرف 21 نان سنگک برای هر ایرانی در ماه بود گفته با ابزار هوش مصنوعی رفتار خریداران و از طریق دستگاه پوز نانوایی ها رصد میکنیم و با خریدهای خارج از حد متعارف برخورد خواهیم کرد. تا برخورد از حد رابعه هم گذشته. شرکت آب و فاضلاب آب چند مصرف در تهران و قم قطع کرد. مدارس بدهکارن. بودجه ندارم، بودجه و آموزش رو بردم ماشین خریدم بردم ماشین دستش مونده و خیلی کار دیگه باش کردم. آب مدارس قطع کردم. توف تو شرفتون میشرف بچه مدرسه چی گناه کرده؟ از بهتری کارا بکنه خیلی خوبه دیگه. اون نشانه انده خلاصه دقاحت شما هست. بله گفته که این پول گفته غیر قابل برداشت. یارانه که ریخته پیش اومده وارد یارانه برای خونسا کردن اثرات گرانی ها. اینم نوشته توی فیشش.
وزیر کشور دوباره گفته هیچ کارهای دیگر اجازه گرا شدن ندارد. چش آقا جون، چش چش. خب من کلیپ بعدی سعی میکنم بتونم از یک کلیپ بتونم قبلا 3-4 ماه قبل باشم از کانال گوش گذاشته بودم که خلاصه اینجوری هست اینجوری هست اینجوری هست و چند نفر خلاصه که مرور حال بگن شما از قرآن چقدر میگیری که استفا میکنید؟ حقیقت داره من از قرآن چیزی میگیرم با شرطم کردم هنوز قرارش دارم اینا چیزی که من خواستم ازش برام بفرسته و اونم دوتا کروات هست. گفتم من قرآن بدونی من هیچ وقت نکرد شما خیلی پول نمیگیرم و اعضای خودم هستن به دو کروات از کروات میخوام کروات خوشگلی داری؟ من گفتم چشم هر وقتی که اتفاق میکنم میارم. اینم دستمزد من از آقای قربانی هست. قربانی آدم بزرگی است، قدش بزنیم. اما راجع به گوش کلیپ قبلا گذاشته بودن چند ماه قبل که خود خلاصترش کردم دوباره توی ظرف یک روز آینده خواهم گذاشت و یک گفتگوی آقای رئیسی داشت چند شب پیش که گفتن برنامه زنده است اما نه، با یک ساعت تاخیر پخش کردن که اگه ایشون سوتی داد و باز غلط اضافه کرد و اشتباه گفت بالا کرد پاکت ادیت کنن سافتورشون بعد به مردم بدن، پخش زنده نبوده که مثلا غلطاش بگیرن غلط بوتاش بگیرن. بس شهردار منظور تهران خودزنی کرده. یک شهردار اول گفت آقا من رفتم یه خونه خرابون زدن من دستبار کردم، خودزنی کرده. خودزنی مختص لات های آنچنانی است که وقتی میخواد کاری بکنه که میزنه با خط خودش میذارن و این آقا رو گنشتر بود که خودزنی کرده و سرسوال چه بس فیلم درست که عکس واس کرده. یکی از شرکت های تولید ماکاری 380 میلیارد تومان جریمه شد. من نمیدونم توی 43 سال این همه جریمه که پولاش کجا رفته برای چه استفاده شده هیچ کس نمیدونه، ولی خب اون شرکت مال رقیبای این هاست اشکال نداره. 80 میلیارد تومان 670 تن گفتن توش ماکاری ذخیره شده. 670 تن تقریبا تولید 10 12 ساعت این کارخونه است. چون با کارخونه میشدن دورا دور تولید چی میدونم و اومدن بهانه کردن دیگه. حالا و هم که 380 میلیارد تومان قطعا نمیده و میبنده کارخونه شون هر چی پاکش بیاد. خیلی روزای خوبی است این حرکت مردم سراسر دیگه پدرشون هیچ جد دابت نمیتونه بگیره و این خیلی خوبه و همین روزاست که یه بار تق میشکنه کاری که اینا دارن ایزا میکنن مرتب به تابوت خود میخوایی میزنن که یه خودی تابوت چیز تر باشه. ایام بکنم روزگار خوشه.